با سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان خوب برنامه گفتگو و تلویزیون کانال جدید. یکی دیگه از برنامه های گفتگو رو من میلاد رابعی به همراه همکارم حامد صدرا تقدیم حضور شما میکنیم. عنوان گفتگوی ما و تیتر گفتگوی امروز ما هست افزایش 60% آمار بیکاری در ایران. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید با وجود اعلام رقم بیکاری 12% در کل کشور، در بعضی از شهرها بیکاری به 60% رسیده است. او گفته در مناطقی که بیکاری بیشتر است، آمار آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق هم بالاتر است. یکی دیگر از مشکلاتی که در سخنان وزیر کشور ایران به آن اشاره شده، آمار بالای بیکاری میان تحصیل کرده هاست. او گفته رقم بیکاری بین تحصیل کرده ها بسیار بالاتر از متوسط بیکاری کل کشور است. در این زمینه و مطالب مربوط به اون امروز گفتگو میکنیم با یکی از دوستان عزیزمون فاتح بهرامی و امیدواریم که بتونیم با ایشون سوالاتی رو مطرح کنیم و پاسخ سوالاتمون رو از ایشون بگیریم. فاتح بهرامی سلام میکنم به شما. سلام به شما، خسته نباشید، متشکرم. خواهش میکنم. فاتح بهرامی، علی‌رغم اینکه چقدر قابل اتکاست این آمارهای دولتی که میدن، چقدر واقعیه یا نیست، ما فرض میگیریم که این آمار واقعا درسته و سوالاتمون رو بر این فرض بنا میگذاریم. ظاهرا معضل بیکاری مستقل از سیاست‌های دولتی که بر سر کاره به شکل سعودی رو به افزایشه، یعنی مهم نیست چه دولتی و از چه جناحیه. به طور کلی این معضل بیکاری معضلی است که هر روز در جمهوری اسلامی رو به افزایشه. شما ریشه اصلی مشکل بیکاری در ایران رو در کجا میدونید؟ حال همینطوری که شما اشاره کردید، این آمارا به هر حال اینقدر معضل جدی تو جامعه هست که خود حکومت به اشکال مختلفی مجبورن یک گوشه هایی از این مسئله رو و طبقاتش رو به هر حال اشاره بکنن. همین نکاتی که مثلا الان شما گفتی، یه گوشه مسئله بیکاری به هر حال تا به آمارا برمیگرده، همیشه تحریف این قضیه از جانب مقامات مختلف رژیم و بعدش هم میبینید تفاوت‌های جدی تو صحبت‌هاشون هست و توجیهاتی میارن که دلیلش هم اینه که به هر حال خودشون هم وحشت دارن از وضعیتی که ایجاد شده. شاید باید گفت که مهمترین معضل جامعه ایران هست امروز بیکاری، چون فقط مسئله نیست که بیش از نیمی از جامعه بیکاره و معضل نان داره، بلکه طبقات اجتماعی، این که به حال اشکال مختلف این مصائب گریبانگیر جامعه رو گرفته به دلیل بیکاری، این هم هست و همین جامعه رو به حال در یه حالت انفجاری قرار داده و مسئله رژیمه. برای همین دائما تلاش میکنن دروغ بگن، عوض کنن، آمار بیارن پایین، وعد و وعید بدن، همه اینا هست. ریشه مسئله بیکاری اساسا به طور کلی اگه بخوایم بگیم توی وضعیت نظام سرمایه‌داریه. تا من قبل از اینکه چند نکته سر این بگم، اول نگاه بکنیم خود داخل این رژیم تو جمهوری اسلامی سر این قضیه چه چیزایی میگن. نکات مختلف رو مطرح میکنن که بخشی از اینا از این قبیله که مثلا به دلیل کمبود مهارت، کارگران مهارت کافی ندارن، در اینکه بیکاری است. به دلیل اینه که مثلا واردات زیاد هست، قاچاق بیروی هست، یا مثلا جمعیت زیاد شده، یا حتی اشاره به رو آوردن جوانان به دانشگاه رفتن زیاد شده، باعث بیکاری شده. نمیدونم طرح‌های کوچیکی که مثلا کار وجود میاره کمتر بهش توجه میشه. یه جنبه هم بیکفایتی این دولت و آن دولت که این دیگه تو چارچوب دعوای جناح همیشه هست. وقتی نگاه میکنی این صحبت های مسخره رو که اینا مطرح میکنن توی جمهوری اسلامی، یک دونش حتی ارزش صحبت کردن هم نداره. اینکه دانشگاه، دانشجوی دانشگاه، جوانان میرن تو دانشگاه درس بخونن، علم بیاموزن، بعد براشون هم تازه کارم پیدا نمیشه به هیچ شکلی، بعد میگن این دلیل بیکاری شده.
یا به اصطلاح مهارت نیست. خب کسی به اینا نمیگه که مهارت نیست آموزش بدین، مگه تو همین جامعه غربی چیکار دارن میکنن؟ حتی قبل از اینکه کسی بره درس بخونه استخدامش میکنن، عین کار آموزشش میدن. به هر حال مجموع این حرفایی که اینا زدن همش پوچه و تلاشیه که در واقع اساس مسئله رو که به عنوان یه معضل تو جامعه سرمایه داری و به عنوان یه مسئله مشخص که جنبه های دیگه داره که سعی میکنم کوتاه اشاره کنم تو جمهوری اسلامی، اینا رو سرپوش بذارن، این داستان. و طبعا یقشون نمیتونن رها بکنن از این قضیه و همین مسئله راستش جمهوری اسلامی زمین میزنه و الان توی یه بشکه باروتی خوابیدن که هر آن ممکنه این حکومت رو به هر حال منفجر بکنه. اما در مورد خیلی خلاصه در مورد ریشه اصلی این قضیه بگم، نظام سرمایه‌داری اساسش بر اساس سوده. یعنی شما تو این جامعه آماده بیای کار بکنی، کار میکنی برای سرمایه، سرمایه شما رو استخدام میکنه و هدفش بیش از قبل از هر چیز سود بیشتره و این سود بیشتر تعیین میکنه که با شما چه کار میکنه، حق و حقوق شما چطوری تعیین میکنه، چه قانونی رو در واقع برای شما در نظر میگیره و بسته به این که این حکومت چه نوع حکومتی هست، چقدر وحشی تر است، چقدر به اصطلاح کارگر متشکله، ابعاد مختلف و تفاوتهایی داره که تو جاهای مختلف میبینیم. ولی در بعد خیلی کلیتری وقتی نگاه بکنیم ما میدونیم خود یکی از مسائل پایی نظام سرمایه داری اینه که وقتی سرمایه انباشت میکنه، کار میکنه و انباشت میکنه، این باعث میشه که نرخ سود در یه فاصله زمانی معین به طور کلی گرایش به پایین اومدن داشته باشه، این نرخ سود بیاد پایین و همین عامل این میشه که در جریان انباشت سرمایه به اصطلاح سودش که میاد پایین دوچار بحران میشه و یکی از عواقبش و برای رفع بحران مسئله بیکاری است. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه اینه که بیکار که عبارتی که بهش میگن ارتش ذخیره بیکاران، تعداد خیلی زیادی بیکار تو جامعه سرمایه داری جزء نیازها و ضرورتهای این سیستم هست. در واقع اگه بیکار نباشه کارگرها در مقابل سرمایه دارن یه شکل دیگه ای دارن. امروز در واقع از هر زاویه که نگاه میکنیم، حالا تو دورهای مختلف هم تفاوتی داره، تو دورهایی که مثلا جامعه تو حالت رکود هست یا مثلا رونق کمی هست تعداد زیاد بیکاران و این ارتش بیکاران باعث میشه که سرمایه دار اینا رو مثل یه فشار اساسی روی بخش شاغل طبقه کارگر بذاره که اضافه دستمزد نخواد و توقعاتش بیاد پایین و شرایطی هم که به اصطلاح روشن رکود کامل هست و اینا به تعداد اینا اضافه میشه. در واقع این بیکاران همیشه مثل یک عامل فشار روی بخش شاغل طبقه کارگر عمل میکنن که دستمزد بیشتر نخوان، حقوق بیشتری نخوان. دلیلش هم خیلی روشن اینه که یه صف طولانی بیکار بیرون وایساده و اینا اگر به اصطلاح بیشتر بخوان و سود سرمایه رو بخوان بیارن به اصطلاح زیر سوال ببرن، میگن اخراج یا برین تا از اون بیکاران بیارن. این اساس این سیستمه. در نتیجه توی سرمایه داری بیکاری همزادشه و همراه این سیستم میمونه به خاطر اون نکته‌ای که گفتم، دلایل اقتصادیشو که حالا فرصت نیست باز بکنیم، به دلایل اینکه هیچ زمانی توی این سیستم نمیتونه این بیکار بره کنار. این اساس اونه. منتها تو کشور ایران تفاوت‌های دیگه ای هم هست به خاطر اینکه شما نگاه میکنین فلان سرمایه داری میره کارخونه رو خیلی ساده میدن به فلان آقازاده، میره میفروشه، حتی زمینش رو میفروشه و قلفتی چند هزار کارگر رو اخراج میکنن. اونجا رانت و دزدی و در واقع وضعیتی که تو اون جامعه هست تفاوتایی داره با جاهای دیگه که وضعیت بیکاری رو به اصطلاح این وضعیت هست، بیحقوقی رو که تحمیل کردن، سرکوبی و تواحشی که هست و سپاه پاسداران به عنوانی که سرمایه داره بزرگ تو اون جامعه داره عمل میکنه که خود دولتی که مثل روحانی داره میگه که وقتی اسلحه و پول و تفنگ و نمیدونم مدیا و همه اینا دست کسی باشه فساد میاره و خطرناکه، تا این حد جناح‌های مختلف سرمایه در مقابل هم مجبور میشن به حرف بیان، دلیل این وضعیته. برای همین
توی جامعه ایران الان این قضیه حتی خیلی فراتر از مسئله ایست که تو چارچوب سرمایه‌داری دیگه هست و بیکاری به وضعیتی که هست. شما تو صحبتتون اشاره کردیم بدون مستقل از دولت‌های مختلف، به طور واقعی همینطوره و این سیر سعودی تا امروز ادامه داشته. وقتی داره صحبت 60% بعضی شهرها، خیلی از آمار اینا حساب نکردن، واقعا نصف جامعه ایران بیشتر بیکاران اگر همه رو حساب بکنن. یکی کسی که یه ساعت کار میکنه رو جز آدمی که کار داره به حساب نکنن، وضعیت بیکاری خیلی وحشتناکتر از این هست و این داستان ادامه داره و حتی وضعیت بدتری در انتظار جامعه هست تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره. بله، اگه لطف بکنین فاطمه بهرامی مقدار کوتاه‌تر به سوالات ما جواب بدین، چون ما سوالات زیادی در این باره داریم، ممنون میشم. اما با توجه به مجموع اون چه که شما گفتید در این باره، آیا کورسوی امیدی هست یا آیا امکانی هر چند کوچک وجود داره که با تعویض جناحی که روی در واقع حاکمیت رو در دست داره، با تعویض دولت و سیاست‌های دولت، با باز کردن درها برای مثال و وارد شدن به اقتصاد جهانی، بشه این موضع رو به یه شکلی حداقل در قالب جمهوری اسلامی منظورم هست، بشه به یه شکلی این موضع رو تقلیل داد یا به حدی رسوند که انقدر وضعیت وخیم نباشه؟ آیا این امکان در قالب حاکمیت جمهوری اسلامی هست یا اینکه نه؟ واضح جوابش خیره. اولا تجربه تاکونی و جناهای مختلف اینه نشون داده، جناهای مختلف اومدن تو حکومت بودن، بیکاری سر جاش بوده. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی اصلا همراه خودش فساد بالایی که تو این جامعه وجود داره اینو با خودش میاره. حتی اگر به اصطلاح مقایسه نکنیم به عنوان یک نظام سرمایه‌داری که به اصطلاح از قوانین اساسی سرمایه‌داری تبعیت میکنه، اینجا جامعه ایران یه طوری که میان میخوان بچاپن و برن دنبال کارشون، براشون اهمیتی نداره. یه مرتبه یه بند قانون کار عوض میکن، یه تعداد زیادی کارگر رو بیکار میکن. اینا تو دعواهاشون از این صحبتهای مختلف میکنن که این بیاد این کار میکنه، اون یکی باعث بیکاری بوده، اون یکی زده بود، ولی همشون مثل همه، دوره رفسنجانی، دوره خاتمی، دوره احمدی نژاد بیکاری هیچ زمان کم و زیاد نشده. طبعا توی هر جای سرمایه‌داری این درصد بیکاری بالا و پایین میره، مثلا 40% بشه 50%، 20% بشه 17%، منتها اینا رو مقابل جامعه میزنن که بگن ما کار بهتر کردیم، ولی روشنه که این کوچکترین تأثیری نداره و این وضعیت ادامه پیدا میکنه و مستقل از هر جناحی در واقع معضل بیکاری جامعه ایران با وجود جمهوری اسلامی بهتر نمیشه. توی نظام سرمایه‌داری که هست، ولی بهتر نمیشه حتی از این وضعیت. بله، اما همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، خب بهانه های مختلفی رژیم میاره و میخواد توجیه بکنه در واقع دلیل نرخ بالای بیکاری رو. یکی از مهمترین این دلایل که خیلی هم تکرار میشه مسئله افزایش جمعیته. در جواب اینکه چرا نرخ بیکاری اینقدر بالاست، دولت ها معمولا میگن که رشد جمعیت ما نامتوازنه و نیروی جوانی خیلی بیش از اونچه که باید داریم، این هرم جمعیتی دچار مشکله و اساسا دلیل بیکاری رو و یکی از مهمترین دلایل و علل بیکاری رو مسئله رشد بیرویه جمعیت میدونن. این تا چه حد قابل قبول و قابل پذیرش؟ راستش در مقابل اینا باید بحثای نظری و واقعی هم حتی گذاشت کنار. من میگم بدین دست کارگرها این وضعیت رو ببینید چی میشه، نشون بدن که به اصطلاح با همین رشد جمعیت فعلی آیا میتونن به اصطلاح سیستم رو تو جامعه طوری اداره بکنن که کسی بیکار نباشه، کسی گرسنه نباشه. اینا تفنگ و دست گرفتن، مردم رو میگن تکان نخورین، اعتراض نکنین. بعد برای توجیه این فساد و وضعیتی که به وجود آوردن دارن از این اراجیف میگن. اولا جمهوری اسلامی سر خود جمعیت که رهبرشون آقای خامنه‌ای دائما تاکید بر این داره که جمعیت باید اضافه بشه. این من خیلی خلاصه میخوام بگم، جمعیت اگر جمعیت یه مملکت مثلا در یه فاصله زمانی معین 10% میره بالا، مثلا 5 میلیون 10 میلیون آدم میره،
این 10 میلیون آدم مثل خودش یه جمعیت معینی که نگاه میکنی احتیاج به غذا داره، احتیاج به پوشاک داره، احتیاج به وسایل زندگی میکنه مثل بقیه مردم. نیازهای این بخش جمعیتی که اضافه شده باید تولید بشه دیگه، یعنی کار میخواد، یعنی کارگر میخواد، یعنی نیروی کار و تولید میخواد. چطوریه که جامعه اضافه میشه و فعالیت انسانی باید اضافه بشه و پاسخ نیازهاشون داده بشه؟ از اون میگیم بیکاری اضافه شده. شما وقتی که تعداد زیادی کارگر رو بیکار میکنید و کل کارخونه رو میبندید، میری باش بورس بازی میکنی، میری باش تجارت و قاچاق میاری به جای تولید، خب کاری به جمعیت نداره. جمعیت جامعه رو نصف بکنی، نصف بازم نصفش بیکاره، بخاطر اینکه سیستم اینطوری داره کار میکنی. تنها میخوام بگم اینا یه بهانه هایی هست که میخوان به عنوان مسکن تحویل جامعه بدن، بگن تقصیر ما نیست، بگن تقصیر سرمایه داری و تقصیر سود و تقصیر این حکومتی که سر کار هست نیست، تقصیر اینه که چون جمعیت هم که میگن به گردن خود مردم میفته. لطفا تولید مثلتون بیارین پایین که جمعیت زیاد نشه، کنترل بکنیم. حتی توی کشورهای میان قانون میانن که کسی بیشتر از یه دونه بچه نداشته باشه، ولی تجربه کشورهایی هم که جمعیتشون زیاد بوده و مقایسه بکنیم سر بیکاری با جای دیگه که اینطور نیست، بی منطق بودن این بحث رو نشون میده. برای همین همه اینا و اینو مثالایی که اشاره شد، بحثایی که اشاره شد، فقط برای اینه که پاسخ فشار الان و معترضین به این وضعیت رو بدن تو جامعه. بله، اما ما در جامعه شاهد اعتراض کارگران هستیم، شاهد اعتراض معلمان و سایر اقشار مختلف جامعه هستیم. اما بیکاران از اونجایی که ارتباط ارگانیکی با هم ندارن و از اونجایی که کارخونه ای نیست یا محلی نیست که اینا همدیگر رو پیدا بکنن یا بخوام با هم مرتبط بشن، یه مقداری ایجاد تشکل درشون به این معنا مشکله، بدون اینکه متفرقن. شما فکر میکنید که راه حل این قضیه چیه؟ چطور میتونن این بیکاران در واقع متفرق متشکل بشن و بتونن اعتراض بکنن برای رسیدن به خواستهاشون؟ چه میتونن در این باره بکنن؟ به طور خلاصه یه نکته اول اینه که جامعه باید بیاد وایسه بگه من اومدم تو این جامعه دارم زندگی میکنم، آدمم و نیازهای من باید برطرف بشه و باید تأمین باشم، آماده به کار هستم. شما اگه نمیتونین کار بکنین مشکل شماست. بنابراین دولت و جامعه که اینا نماینده جامعه هستن، خودشون این طوری معرفی میکنن، باید بیان مردم رو تأمین بکنن. اگه نمیتونن کار به مردم بدن، بیمه بیکاری باید بدن. این یه طرف بشه به عنوان یه خواسته مردم باید خیلی روشن باشه، دولت تحت این فشار باید باشه. دوم اینکه اینو بالاخره باید زور، با زور دولت و با قدرت اتحاد مردم و مبارزه مردم بشه بیمه بیکاری گرفت و جامعه رو به اصطلاح مسیرش عوض کرد. برای همین کار و معضلاتی که شما اشاره کردید، من راستش روی نکته مهمی میخوام انگوش بذارم، اونم اینه که امروز اتحاد بیکار و شاغل یکی از فاکتورهای بسیار اساسی. به چند دلیل، اولا اینکه این بیکاری هر روز و قول اون مسئله قدیم میگن شطوری دم خونه هر کسی خوابیده، هر کارگر شاغلی فرداش معلوم نیست به همین مسئله دوچار میشه. نکته دوم اینه که من قبلش اشاره کردم، صف این بیکاران هر چقدر طولانی تر باشه، فشار روی کارگر شاغل که اضافه دستمزد نخواد بیشتره. در نتیجه از زاویه منطق منافع کارگر شاغل هم اینه که باید بیکاران رو باید یک کاری بکن که فشارش بره کنار. مسئله بعدی اینه که برای خود بیکاران هم از اون ور، برای اینکه متشکل بشن فلان بشن، کارگر شاغل باید بره به میدان. نکته چهارم اینه که کارگرای شاغل امروز دارن به خاطر وضعیتشون حقوقشون نمیدن، دستمزدشون شش ماه نمیدن و بالا میکشن، دارن اعتصاب میکنن، میجنگن با کارفرما و رژیم. کارگر بیکار چرا از این نباید دفاع بکنه، حمایت بکنه؟ چرا هر اعتصاب کارگری نباید صف بیکاران حتی با پلاکارت خودشون بیان اونجا تبدیل بکنن به صحنه همبستگی و دفاع از کارگر اعتصابی؟
اگر این اتفاقات بیفته معلومه بین شاغل و بیکار اتحاد وجود میاد، سازمانش هم وجود میاد، رهبران و فاعلین کارگری که امروز دارن کار میکنن اونا باید بیان جلو بیفتن، تشکل هم درست بکنن و تشکل کارگرا راهش رو پیدا میکنن که کدوم جا هستن اهمیتی نداره. کارگرا برای جمع شدنشون میتونن برن تو فرم استادیوم فرم محل جمع بشن هر روز برای کارشون انجام بدن. در نتیجه فاکتور اساسی به نظر من امروز اینه که این قضایی هم خیلی به اصطلاح عجیب غریب نیست. 5 سال پیش شما نمیدیدی خانواده کارگری بیاد توی اعتصاب شرکت بکنه، امروز دارن شرکت میکنن. به نظر من کارگر بیکار امروز باید تو صفحه اعتصاب و کارگر شاغل حاضر بشه و کارگر شاغل امروز باید یکی از پرچم بیمه بیکاری مکفی یا به اصطلاح کار بدن به کارگر دست بگیره و دفاع بکنه همونطوری که از خودش داره دفاع میکنه و این مسئله میتونه یه افسالی بزنه به حکومت. به نظر من تنها راهش همینه. سوال آخرم رو مطرح میکنم از شما و اون هم اینه که راه‌حل نهایی و قابل اجرا برای ریشه‌کن کردن این معضل بیکاری به طور کلی و برای همیشه چیه؟ آیا اصلا قابل تصوره یه روزی در جهان در یک جامعه بیکاری به طور کلی از بین بره و همه کار و شغل داشته باشه؟ بله روشن متصور متعانه تو چارچوب نظام سرمایه داری. من قلبی سعی کردم خلاصه اشاره بکنم که بیکاری جزو ضرورت‌های نظام سرمایه‌داریه و همراه این نظام هست و سود سرمایه ایجاب میکنه که این ادام پیدا بکنه و در نتیجه اگر بخواد بیکاری از بین بره باید تولید بخاطر سود از جامعه رفت و بخاطر منافع انسان و نیازمندی های انسان صورت بگیره. باید جامعه به هر حال اساس و بنیادش به لحاظ اقتصادی عوض بشه، مالکیت خصوصی از بین بره، کار مزدی از بین بره، به یه معنی سوسیالیسم باید بیاد. اگه سوسیالیسم بیاد اون موقع کسی نمیاد که دیگری رو استثمار بکنه، یعنی بیکار وجود نداره. اگر به اصطلاح مثلا با همین جامعه امروز من میخواستم اول این اشاره بکنم شاید یادم رفت، به عنوان معترضه به این حکومت میتونی بگی 50% بیکارن لطفا 8 ساعت کار بکنی 4 ساعت کار، 3 روز در هفته کارگر برن رو سر کار، 5 روز برن 3 روز برن سر کار، 2 روز بقیهش رو میتونه 40% که بیکارن بیان کار بکنن جای اینا رو پر بکنن دیگه. این خیلی ساده میتونه همین امروز اگه بخوان حل مسئله بیکاری رو حل بکنه. منتها این امکان پذیر نیست این سیستم، چون فورا میگه آخه نمیصرفه، آخه پول نداریم، آخه سود نمیتونن ببرن. در نتیجه برمیخوره به نظام سرمایه‌داری، به سود سرمایه‌داران. ولی اگر این عنوان مسئله اصلی بره کنار، سوسیالیسم بر اساس منفعت انسانان و زندگی انسانان بهتر بشه سازمان پیدا میکنه و برای اون اساس اون موقع کسی بیکار نیست. آدم میان فعالیت میکنن، تولید میکنن، شرکت میکنن برای اینکه زندگی مشترک همه بهتر انجام بشه و همه توش دخیل باشه. تو اون شرایط امکان این هست که بیکاری برای همیشه از بین بره. بله تشکر میکنم از شما فاطمه بهرامی از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و لطف کردین به سوالات ما پاسخ دادین. خیلی متشکرم. خواهش. همینطور مثل همیشه ممنونم و متشکر از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردید و شاهد و بیننده یکی دیگه از برنامه های گفتگو بودید. امیدواریم که تا فرصتی دیگر و تا برنامه دیگر روز و روزگار بسیار خوشی در انتظارتون باشه. متشکر.